دوستان سلام وقت شما به خیر شوی پرویز ثابتی توی تلویزیون بقایای ساواک رو دیدید پنج شب نشست جلوی دوربین خودش رو به در و دیوار زد تا ثابت کنه که شکنجهگر نبوده بلکه رئیس ستادی شکنجهگرا بوده کل حرفش هم این بودش که ساواک تو گوش بچه های مردم سیلی زده یا نزده گیرم سیلی نزدی کابل رو چی میگی سوزوندن رو اجاق برقی رو چی میگی آپولو رو چی میگی کشیدن ناخون رو چی میگی ثابتی توی همین مستند کذایی میگه که اسیر سیاسی رو گرفتیم گفتیم کشته شده تا اینکه بتونیم ازش اطلاعات بگیریم اگه میخواید بدونید که پشت همین یک جمله چه خونی خوابیده خاطرات سیمین سالهی رو بخونید در رابطه با مجاهد شهید فاطمه امینی همین ساواک و همین ثابتی گفتن که کشته شده مجاهد شهید فاطمه امینی اما تکه تکش کردن مسلش کردن تا ازش اطلاعات بگیرن و نتونستن افشاگری های رضا رضایی رو بخونید بعد از فرار از زندان های ساواک دفاعیات مسعود رجبی و شکری پاک نجاد و مهدی رضایی رو بخونید تا معلوم بشه که پشت این پروژه سفید سازی جلاد چه جنایت هایی وجود داره خانه آرنت وقتی که رفت اسرائیل برای اینکه محاکمه آشمن رو ببینه همون آشمنی که میلیون یهودی رو توی کوره آدم سوزی انداخت گفت من فکر کردم الان با یه قول بیشا خودم مواجه میشه اما دیدم که نه یه آدم معمولیه یک آدم معمولی با ظرفیت بی انتهایی در جنایت از آشمن تا پرویز ثابتی تا همین دشخیم حمید نوری که توی دادگاه سوئد میگه من کاری نکردم حیولاهایی هستن که توسط رژیم توتالیتر ساخته میشن خان آرنت یه جای دیگه میگه که بزرگترین جنایت ها توسط آدم های کم اهمیت به اجرا در میاد پرویز ثابتی میگه من سیلی نزدم آیشمند میگفت من کارمند دولت بودم دشخیم حمید نوری میگه من توی گوهردش کار میکردم فراتر از فرد و یا افراد ما با یک نظام میجنگیم. فرق نمیکنه اسمش چی باشه فاشیسم ایتلری دیکتاتوری سلطنتی یا دیکتاتوری ولایت فقیه مهم جنگیدن با نظامیه که چنین حیولاهایی رو پرورش میده همین موفق باشید و زنده باد آزادی